میکنم شبنم آذر اینجاست در استودیو با ما. اول شروع بکنیم با این در واقع شعارهایی که شبانه میشنویم، چه در خیابانها چه در محلات مختلف از پنجره و خانه. بله دقیقا خود اشاره کردی، این شعار شبانه در خیلی از شهرها داره اتفاق میفته ولی تصاویر کمتری به ما میرسه به خاطر موضوع اینترنت. با این حال تصاویر دیشب از تهران داشتیم در مناطق مختلف تهران از شمال تا غرب و شرق که شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی علیه شخص خامنه ای میدادن. همزمان در چند استان هم درگیری بوده، دیشب در زاهدان درگیری های زیادی بوده، علاوه بر این در بندر عباس هم دیشب بنر آتیش زدن و تصاویری از بندر عباس داریم که میتونیم با هم ببینیم. ببینیم تصویر بندر عباس رو. بندر عباس دازد. اینجا بندر عباس جمعه شب دهم آذر ماه دیوار دانشگاه آزاد بندر عباس. خامنه ای مرگ بر تو، ننگ با رنگ پاک نمیشه، هر چقدر هم پاک کنی باز می نویسیم. خامنه ای با چه زبونی بهت بگیم که نمیخواییمت؟ جمع کن برو تا خونتو نگرفتیم. اگه جونتو میخوای جای دیگه برای خودت نذاشتی، جمع کن برو. روی صحبتم با توه و روی صحبتم با بسیجی و سپاه. حواستون باشه، فکر نکنید اگر اینا جمع کردن رفتن ما کوتاه میاییم. از انتقام چشای غزل گرفته تو بندر عباس تا تمام جون آزادی خواهای عزیز کشورمون ازتون میگیریم. جمع کنید برید، این صدای انقلابه، صدای انقلابه. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. شبنم، ویدیوی منتشر شد شب گذشته از عرای خانم مینا یعقوبی که از بازداشت آزاد شدن به قید وثیقه، اما صورت ایشون کاملا نشون میداد که مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن. بله، ما یه گفتگو اختصاصی داشتیم امروز با یکی از نزدیکان ایشون. این منبع آگاه به ما اطلاع داده که شرایط جسمی ایشون به شدت ناگواره. من از اول تعریف میکنم که در واقع چه اتفاقی براش افتاد. در مراسم هفتم مرشاد شهیدی یک تصویری منتشر میشه، چون اون روز اعتراضات در خیلی زیاد بوده در شهر عراق. تصویر منتشر میشه از اینکه یک خانمی میره روی یک ماشینی میسته و سنگ پرتاب میکنه و بعد از این انتشار این تصویر، البته صورت اون خانم کاملا پوشونده شده بوده در تصاویری که منتشر شده، بعد از این تصویر اعلام میکنن که در رئیس کل دادگستری استان مرکزی میگه که ما تعدادی رو برای اون اعتراضات بازداشت کردیم. چند روز بعد خبر میرسه که در واقع این خانم مینا یعقوبی، اتفاقی که براش میفته این بوده که از باشگاه داشته برمیگشته بازداشتش میکنن، یه کلت میذارن روی کمرش و با خودشون میبرنش. قبل از این که برن در مسیر باشگاهشون، مربی بدنسازی هستن ایشون، بازداشت بشه به خونش اول حمله میکنن. از اطلاعات سپاه هم میرن اونجا و ایشون چون حکم نداشتن، ایشون درو باز نمیکنه و اینا به شدت با پا میکوبن توی زانوش که هنوز هم زانوش باز بعد از گذشت این همه مدت نمیتونه درست راه بره و ایشون درو باز نمیکنه. اینا مجبور میشن برگردن. بعد که میرن با حکم در خونش، خیلی از وسایلش رو به هم میریزن، چیزایی رو میبرن ازش و بعد چند روز این اتفاق میفته که با کلت میرن تو مسیر باشگاه بازداشتش میکنن. اما اتفاقهای بسیار ناگواری برای ایشون افتاده در این مدتی که بازجویی شده. از 8 صبح اولا که در زندان مرکزی عراق بوده، از 8 صبح ایشون رو با چشم بند میبردن از زندان بیرون تا 10 شب اونجا در یک اتاق تاریکی در بازداشتگاهی که ایشون نمیدونه اصلا که کجا بوده، چشم بندش رو باز میکنن و اونجا به شدت مورد ضرب و شتم قرارش میدن. میگن که چه این کار رو کرده ای، چه این زن روی ماشین تو بودی، چه نبودی، تو باید اعتراف کنی که تو بودی و ما باید اینو رسانه ایش بکنیم، که ایشون راضی نمیشه. برای همین به خیلی شدید شکنجه میشه، در حدی شکنجه میشه که سرش شکسته. الان که آزاد شده، در ادرارش و استفراغ که دائما در حال استفراغ هستش و نمیتونه چیزی بخوره و حالش خیلی بده، خون پیدا شده، در عین حال بخیه های زیادی رو سرش هست، صورتش هم که ما در تصویر دیدیم که کبوس شده. من جزئیات بیشتر رو میگم، بریم الان تصویر اون تصویری که باعث شد که در واقع این شخص بیگناه بازداشت بشه رو ببینیم. قربونت برم، بهت افتخار میکنیم.
اومدی. تصویر اولی که دیدیم در واقع لحظه برگشتن ایشون بله. خانه بود بعد از آزادی با وثیقه. بله و تصویر دوم تصویری بودش که در واقع منتسبش کردن به ایشون و در تصویر اول دیدیم که چشم ایشون کاملا کبوس شده. این تازه بخشی از در واقع فاجعه‌ای که برای ایشون رفته. در تمام این مدت که اعتراف اجباری می‌خواستن از ایشون بگیرن به شدت ایشون رو شکنجه کردن، در حدی که خود در واقع ماموران اطلاعات سپاه ناچار میشن که بعد از وضعیت وخیم ایشون ببرن بیمارستان. در بیمارستان مرکزی عراق ایشون بستری بودن و زمانی که میبرنشون بیمارستان هم به خانواده اعلام نمیکنن، در واقع مخفیانه میبرن. در اونجا بهش میگن که نباید بگی من زندانی سیاسی ام، باید بگی زندانی مالی هستم یا مواد مخدرم. اما یک شخصی که هیچ کس نمیدونه که چه کسی بوده از داخل بیمارستان یا جای دیگری، هنوز نمیدونن کی، تماس میگیره وقتی وضعیت این خانم رو میبینه با خانواده‌اش و میگه که این دختر رو میخوان بکشن، خودتون رو برسونید، این دختر اینجاست. که ما اینا هنوز هیچ کس هنوز نمیدونه که چه کسی باشون تماس گرفته. به هر حال خانواده میرن اونجا و اول اجازه نمیدادن، میگفتن تکذیب میکردن که این خانم اونجا، 8 تا مامور اطلاعات سپاه اونجا بودن در کنار اتاق ایشون موقعی که با زنجیر پاشو به تخت بسته بودن و در موقع بستری. و در اونجا بهش میگن که شما دختر شما اینجا نیست. تا در نهایت انقدر فریاد میکنن تا میتونن برن توی اتاق و دخترشون رو ببینن. متاسفانه اصلا صورت خانم مینا یعقوبی قابل تشخیص نبوده به خاطر ضرب و شتم شدید شد که ما الان فقط ذره ایشو دیدیم که چشمشون کبود بوده. و به هر حال این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا جایی که اول میگن باید یه وثیقه بذاری تا بتونیم آزادش کنیم موقتا، وثیقه رو میذارن بعد آزاد نمیکنن تا در نهایت با یک وثیقه 3 میلیاردی آزاد میشه. این موضوع جزئیات خیلی بیشتری داره که با تو بخش بعدی درباره اش صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم از تو شبنم آذر که برای ما جزئیات بیشتر گفتی از اونچه که بر خانم مینا یعقوبی رفته بود. ممنونم از تو شبنم.